اون نکته چیه؟ ببینید الان شستشوی مغزی با چی انجام میشه؟ با پول و تبلیغات. یعنی یه دیر میخرن، بعد بیرون یه دیر تبلیغات میدن، اینا پخشش میکنن، شستشوی مغزی توده های مردم. همیشه هم همینجور بوده. چه موقعی که رضا شاه اومد اون همه خدمت کرد، روزی که میخواست بره یک نفر نرفت پای کشتی براش گریه کنه؟ چه اون روزی که محمد رضا شاه اون همه، یعنی شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه آریامهر اون همه خدمت کرد، دشمن تا تو خونش نفوذ کرده بود، دادن توبه نامه بخونه، چه بخونه، بعد بعدن نابودش کردن رفت، یک نفر تو فرودگاه براش خنده نکرد. چرا؟ اما براش گریه خیلی کم کردن، دو سه نفر. کوروش با اون شکوه و عظمت بارگاهش دیدید چه دوریه، قبرش چجوری الان. بابک خرم‌بین چه دلاوری ها، چه بریم قلعه شو لاقل ببینید. وقتی که سلاخیش کردند، حرامزاده های اونجا جمع شده بودن، یه نفر نیامد داد بزنه بر خلیفه تازی، یعقوب لیس، نادرشاه، این بزرگ پادشاه آریایی ما. میدونید چه ها کرده نادرشاه؟ خبر داریم؟ ولی همه شخصیت ها و قهرمانان ملی شما رو اومدن با دو سه تا انتقاد که یا بهشون بوده یا نبوده لجنمال کردن. انتقاد به همه هست، همه اشتباه میکنن. اللهش اشتباه کرده که ابلیس رو آفریدی گفته سجده کن، از اینا بهتون گفتم برید بخونید. الله که وقتی اشتباه میکنه همه اشتباه میکنن تو کادر، ولی ما قهرمانانمون نباید بذاریم بشکنن نابود کنن. قهرمان مگه نذاریم باید بسازیم. حالا اسلام از روز اول که هاشم میآفرینه و بعد محمد دنبال میکنه و اینا اونا کار نداریم، اصلا روز اول شستشوی مغزی، اینترنت بگو، سینما بگو، تلویزیون بگو، روزنامه بگو، همه چیزی اسلام در خدمت خودش میگیره. امکانات اون موقع دیگه بدبختا، امکانات اون موقع، الان اینترنت اینا پنی، اون موقع که امکانات خاص بوده چی بوده؟ میگه آقا از صبح که از خواب بیدار میشی، از صبح سحر هنوز تو از خواب آمیشی، باید منو سجده کنی، منو ستایش کنی، باید بگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا و سلوا. یعنی چی؟ میفهمی من یعنی چی؟ عقلت میرسی یعنی چی؟ میگه خدا، یعنی اللهش منظورشه، و همه فرشتهاش محمد رو دارن ستایش میکنن، سجده میکنن، بعد بختم باید سجده کنی، ستایش کنی. کیه آخه که باید تا این حد سمایشش کنی؟ خدا بهت مهدی خود چه ستایش کنه؟ بخواد یه چیه سهرگرد دختر نوسال ازدواج جنگ ها قذبات قذبه این رو حاصل جون. خب ببین از همون اول شروع کنه تو کله تو اشهد ان نبی و اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، اصلا سر صبح که تو اخوانت میخوای بیای بیرون، بایستی ذهنت شستشوی مغزی بشه تا ظهر تا میشه وایسی، باز بری شستشوی مغزی ادامه بدی، عصر، عشا، همه جور خلاصه شستشوی مغزی هایی. برای همه که این شستشوی مغزی تو ذهن مردم ما بیرون نمیره و نرفته، بی فکر نکرده بودی نیجا تا چه حد شستشوی مغزی. بعد میان براتون هر چی بخوای، دعای ندبه و دعای کمیل و زیارتنامه و امام و امام و امام، اصلا دیگه خدا از یاد میره، حتی امرو بوت الله از یاد میره، جوش اینا میگیرن. تو دلت بخواد امامزاده و مسجد و گنبد و بارگاه و اینا برات میسازن، شستشوی مغزی الینه شدن، یعنی در خود گم میشی در برابر این همه چیزایی که تو ذهنت بیاد. میرمون برای این موفق هم 1400 ساله. حالا تو که چجوری میخوای عاقل بشی، آدم بشی؟ من منظور خودم آدم بشم با شعور پیدا بکنم. بعدم آقا دیگه فراموش کن دیگه، حالا هرچی گذشت ولش کن دیگه، اصلا ببخش دیگه، نباید فراموش کنی، نباید بعد مخبر ببین چه قتل عامایی کردن تو ایران. برو ببین همشون، همشون همونه که شما برایشون جون میدید، امام حسن، امام حسین، ببین تا کجا رفتن قتل عام کردن، تا گیلان، تا بحر خزر، تا دریای مازندران، تا کاسپین، تمدن هزار سال ران ساله کاسی ها، تا اونجا رفتن قتل عام کردن. بعد وقت وقت رو ببرم. خب چا حالا روشنفکران ما که روشنفکر نیست، نه همه تو دو تا حزب، سادات تازی یا روحانیت، و پایین آدوار میخرن خرشون میکنن و اینها الان در یک
بازی جهانی هستن برای نابود کردن کامل و تمام ایران، چون ایرانی مثل همه آدم هست، ولی این خون گرم میهن پرستی که درش هست در هیچ جا وجود نداره. وقتی میگم ایرانی یعنی از آریایی، تو بگیر از ایران و اسرائیل و بخش از ترکیه و کردها و بلوچ ها و سیستانی و آتارپاتی و بگیر برو تو تاجیکستان و افغانستان، همه اینا شامل میشن ها، همه ایران جا کوچولی ما نیست. تاجیکستان الان پاکترین سرزمینی است که بهترین نوع حاکمیت رو در تنگ دستی داره. این آقای امام علی رحمان، الان اسم بچه شده بگوش که امام، بگه امام علی، بابا بچه من هم امام علیه، یه کی میفهمی منو تو؟ امام علی میاد دوشنبه شهرداری میده بچه خودش 39 ساله، به بچه خودش نمیاد پنهان کنه قایمش بکنه، نه، تمام سران حکومتش جمع میکنه توی یک سالن، به بچهش میگه من به تو شهرداری دادم، 5 تا توصیه بهت میکنم، درست مثل شاهان کهن آریایی، مثل شاهان میگه 5 تا توصیه بهت میکنم بچه، توی 5 تا باید رعایت کنی، تو رستوران نباید غذا بخوری، به مردم تهیدست باید برسی، تو خونه تهیدستان باید، تو خونه ثروتمندا نرو، و من چون تو بچه منی اعتماد دارم تو رو میذارم، میدونم حرفم میکنی، کارا رو میکنی، بعد میان من کار میکنی. و شما ببینید در دوشنبه رستم خیلی کار کرده، این 5 تا رو گوش کن، تاریخی. چی قدر سرطلب باش، سپاریشات نظارت کن، تو جوان هستی، بین یا جوان هستی، من سین سال شما نکنون باید رکتی سوخاز تاییم کشتا، تو گوشنه نیستی، تو را یکان کس فشار آورده نمیتواند، تو در یکان کس نمیگه این مصاب گرفته این شده تیه این شده، من برایم تایی کردم، اگر کسی دیگر میشه در مردم نرخ نوار ارزان کن، تامینات نصف کن، ساعتی بالا، نقلات ویروه، برخش باشد. در معاشرت معامله هیچگاه به دغلی راه نتی، زبانی پاکیزه داشته باشد. ابیده در خانه صاحبکار نکن، ریستوران نرو، در خانه یک اشتراکچی، یک کمپیر، یک بیوزن برای همین از همه بهترین چیزی که همون صندوق هشته باشن دست ها میران در پیشن میمونن، افتخار میکنن که رئیس شهر خانه من در آمده. موفقیت. شکر جناب بود. برای میکنم حالا دنیا رو یاد تو نره. پیش از این من به شما، تا آقای ترامپ قدرت گرفت، من این عکس رو به شما نشون دادم و گفتم بر اساس این عکس از صحبت ها و کارهایی که شده یک نظم نوین جهانی در اون، یک نظم نوین جهانی شکل گرفت، یک اتحاد جهانی شکل گرفت. اول ترامپ پیش از اینکه قدرت بگیره یک شعارای میداد که جمهوری اسلامی ها اینا فکر میکردن این الان میاد به نفع اینا کار میکنه، ولی زود عربستان سعودی ذکاوت خودش رو به خرج داد، دعوت کرد اونجا، دعوت کرد استقبال، اینا همه رو میدونید که بایدن هم رفت، اونم رفته بود، دیدید چه استقبالی و چه شمشیری و چه گردنبندای طلا و نشان و چه چمدونای دلاری از خودشون کردن ترامپ رو. همونجا تمام کشورهای عربی اینا جمع شدن پشت سر ترامپ و آقای سیسی و شاه سعودی، تمام رهبرهای دیگه کشور اسلامی هستن و اینها یک اتحاد جهانی رو ساختند. اتحاد جهانی، اتحاد ابراهیمی با پیمان ابراهیمی که باز بعدن به امضا رسوند و اینا کامل شد. پیمان ابراهیمی یعنی ابراهیم که از دو تا پسر داره، اسحاق و اسماعیل، اینا در طول تاریخ با هم جنگیدن، اسحاق کلیم یهودی هستن و اسماعیل بچه محمد و اینا هستن، اینا در طول تاریخ با هم جنگیدن، اینجا به وحدت رسیدن. چرا؟ چون یک دشمن مشترکی دارن که همیکیه تشیع جهانی است. این تشیع جهانی که جز خرافات رو و بدبختی امروز بخشش رو بهتون میگم در جهان پخش نمی کنه، این رو بایستی باهاش متحد بشن، برای علیهش نیرو بسازن تا نابودش کنن. شدن اتحاد ابراهیمی، اتحاد نوین جهانی، تا
تمام جهان با مرکزیت و ثروت و پول عربستان سعودی همه. حالا بایدن هم که الان اومد این بایی که باید به دیگه است چون همین پیمان هست. حالا عمر کیه؟ تشیع علی خامنه‌ای ولایت فقیه. علی خامنه‌ای هم بره فکر نکنید این میره، تاج‌زاده هم بیاد، همیه خاتمی هم بیاد، همیه روحانی هم بیاد، همیه دیدید دیگه یعنی همشو دیدید. بازی گول نباید بخورید. دوباره نظام جمهوری اسلامی یکیه، یکی مال خارجی است که خارجی ها رو خر کنن، یکی مال داخلی است. بعد هر کی هم بخوان بکشن اینا میگه آقا خود میزنی میکشه، فخر زاد خود میزنی بیخیال. بعد میگیم اونا زدن قاسم بزنی تو بزن، اوکی مشکل نیست، آه بزن بزن، فاطمه زهرا بمونه، اینا بمونه. خب اینها کی هم نمونه شعر مرتکی آخودی بود، این آخودی به چرپه میزنه. ما که مثل شما نیستیم، برای هدفهای دیگه زن نگرفتیم، ما زن گرفتیم که گریه کن برای امام حسین درست کنیم، زن گرفتیم که سینه زن برای امام حسین درست بکنیم، زن گرفتیم که بچه درست بکنیم سیاهی امام حسین از تنش در نیاد. تا حالا هم هر چی بوده اینطور بوده، زمانهای گذشتت بر مردم که خیلی ها رفتن بچه هاشون را فروختن، همه شنیدین دیگه، اینا فقط برای گریه کردن نیست آقا، عرض کردیم اینا درسه. بچه هاشون را بردن به عنوان برده فروختن، اووردن خرج روضه امام حسین کردن. هیچ جا هم نداریم که اهل بیت سلام علیه